عرض قبلا هم عرض کردیم اولین رکن بعد از شهادتین نمازه، و اولین سؤالی که انسان در قبر از اون میشه، در فردای قیامت از اون میشه، از نمازشه. اگر نمازش درست بود همه چیزش انشاءالله درسته، و اگر نمازش درست نبود همونطوری که در حدیث آمده بقیه کاراش درست نیست. حالا بگو این حتی بگو مثلا این آقا بره کار نیکم انجام بده، آمده مثلا زکات داده، آمده مثلا خیر کرده، خیرات کرده، فلان کرده، خب اینا همش خب چون نمازش درست نبوده. گویا این که همه ای چی برمیگرده به چی؟ به نماز. علی ای حال مواظب باشن این برادر عزیز ارجمندم و سعی کنن که بر نمازشون مواظبت کنن انشاءالله. آقای محمد عمر از افغانستان در مورد این مسلمانانی که به نفع کافران کمک میکنن، چون تأکیدشون روی افغانستان بود که حالا خیلی ها برای این کار انجام میشه اونجا، به نظر ایشون میخواستن ببینن که حکم این گونه افرادی مسلمان هستند یا خیر. تعاون با همکاری با کفار علیه مسلمانان شرعا جایز نیست. اگر علیه مسلمانان باشه، اگر علیه مسلمانان باشه، اگر به ضرر اسلام باشه. خب در یک مسئله عادی مثلا ما با همدیگر همکاری داریم یا کاری انجام میدهیم، شریک هستیم در یک مسئله، خب این مسائل بلاد شرعی ایراد اشکال نداره. اما این که ما بیایم علیه مسلمانان مثلا همدست با کفار بشیم، این نه، شرعا جایز نیست و حرام هذا والله اعلم. بله. جناب آقای احمد از ایران که اینجور که گفتن کارگر ساختمان هستند و تصمیم دارن که خانه‌ای برای خودشون بسازن، چند سال طول میکشه این ساختن خونه؟ میخواستم بدونم در طول این زمان که حالا این پول دارن جمع میکنن، آیا زکات براشون واجب هست؟ ایشون زکات شخص حتما میبایستی دو حالت داشته باشه، یا اینکه غنی باشه یا اینکه دارای قدرت کار کردن باشه. خب این آقا مثلا غنی نیست، دارای قدرت کار کردن است، کار میکنه ولی به چیز نمیرسه، دخلش به خرجش نمیرسه. بله. خب این میشه چی؟ از جمله مساکین. مسکین چه کسیه؟ خب فقیر کسیه که اصلا دخلی نداره، این بهش میگن فقیر. مسکین کسیه که یعنی کار میکنه، تلاش میکنه، دخلش کمتر از چیه؟ صرفشه، ولی حالا ایشون مستحق زکات هستن و میتونن زکات بگیرن. بله. خانم سکینه از ایران در مورد رفتن خانم ها به مسجد پرسیده بودند و توی مسجدی که ایشون ذکر کردن ظاهرا چادری کشیده شده و محل خانم ها و از آقایون جدا هست، با یک پوشش چادر مانند، یعنی مصلای خاصی برای خانم ها نیست اما چادری هست این وسط که جدا میکنه بخش خانم ها و آقایون رو از هم. خب نماز خوندن در مسجد ایراد اشکال، زن و خانم ها میتونن برن مسجد، میتونن نماز بخونن، اما خب نماز زن در خانهش همونطوری که یعنی وارد است بهتره. بله. ایشون سوال دیگه هم داشتن، ظاهرا یک در مورد خوردن یک حیوان دریایی پرسیدند. بله. که ظاهرا از خاک دریا گرفته میشه، چیزی شبیه به میگو، حالا پوکت یا چیزی شبیه به این اسم محلیش بود که حالا توضیحات دقیقی در مورد این نداریم ما، اطلاعات در اسمی این حیوان، خواستم ببینن که آیا این خوردنش حلال هست یا خیر، و شنیدند که در مذهب حنفی حرام و در مذهب شافعی حلال است. چیه خب این؟ البته خب موجودات دریایی، اون چیزی که در دریا است همه اش حلاله، جز این که مثلا نص از یعنی دربارش وارد باشه که چی حلال نیست، اینطوریه، ولی در کل حلاله. حالا ما بدونیم این چیه. بله. حقیقتش ما نمیدونیم. بله، چون ایشون فقط اسم محلیشو گفتند. بله. حالا بله. ولی اگر نسی در حرام بودنش هست حرامه، ولی اگر بدون نس میتونن این گونه مثلا بپرسند. بله. که آیا نسی هست یا خیر. بله بله، الاصل فی الاشیاء الباحه. بله. آقای نصیر از هلند در مورد حکم جهاد پرسید، آیا جهاد حق کیه که حکم بده به جهاد و صلاحیت کیست؟ صلاحیت در چه موقعی؟ حالا صلاحیت امام مسلمین، صلاحیت حکومت اسلامی است. نه جهاد هم خودش یعنی کتابی داره، فقهی داره، بابی داره، و هر کسی مثلا بلند بشه از هر جایی که بگه من میخوام جهاد بکنم، خب این هرج و مرج ایجاد میشه، خون ریزی میشه. این که ما نمیتونیم بگیم جهاده، جهاد بالاخره حتما میبایستی از امیر یا از حکومت وقت در هر
کشوری در هر جایی یعنی صادر بشه امرش، و اون طبعا یعنی با توجه به خب نظر علما و فقهایی که در اون کشور هستن، خب طبعا اونا مجلسی دارن، مجلس شورایی دارن، مجلس حکمی دارن که بالاخره اونا حکم صادر میکنن. اما هر کسی از یه جا بلند بشه مثلا تفنگی به دست بگیره بگه من میخوام جهاد بکنم، من جهاد میکنم، نه این نیست. خانم ملاحی از آقای ملاحی از ایران در مورد اینکه پدرشون فوت شدند، خدا رحمتشون کنه، و متاسفانه موقعی که فوت شدن ایشون حضور نداشتند، الان نگرانند که نتونستن حلالیت بطلبن از پدرشون، خواستم ببینن این حکمی داره یا حالا. خب حالا نبودن انشالله که قبل از وفات پدرشون، یعنی ایشون حتما خوبی کردن و در حقشون خوب بودن مطمئنن با این دیدگاهی که ایشون دارن تماس بله. گرفتن و اینقدر دلخورن از این قضیه، 100% فرزند خوبی بودن. بله انشالله که خوب بودن. خب حالا که ایشون نبودن میتونن براخره، خب طبعا یعنی همونطوری که حدیث در یعنی حدیث صحیحه، یکی از کارهای نیکی که به میت میرسه همون دعای چیه؟ دعای فرزند میته. ایشون بیان دعا بکنن برای پدرشون یا برای مادرشون که فوت کرده، و باز هم نسبت به خیشاوندان پدرشون خوبی بکنن، بله سله رحم به جای بیاورن، نسبت به دوستان پدرشون یا پدرشون بود یا مادرشون پدرشون باز هم یعنی از خودشون اظهار محبت و یعنی علاقه نشون بدن، در حق اونا خوب باشن. بالاخره همه اینها یعنی چیزهایی است که به یعنی میت یا به پدرشون ان شاءالله میرسه، و این خدمات یا خوبی هایی است که میتونن برای پدرشون. اصلا میت بعد از اینکه فوت شد، شخصی که بعد از اینکه فوت شد، این میت ارتباطش با این جهان قطع میشه، آیا به ثواب به چه شکلی، به چند طریقی هست که به ثواب هاشون افزوده بشه؟ طبعا خب ما الان حدیث اذا مات ابن آدم انقطع عمله الا من ثلاث، سه چیزه، صدقه جاریه یا صدقه جاریه، یکیه اون صدقه جاریه که خودش کار خیلی انجام داده، بله درست کرده، قرآنی چاپ کرده، یا مثلا طلابی آمده تربیت کرده، هر کار خیری، هر صدقه‌ای که انجام داده اینا تا موقعی که این صدقه در جریان هست ثوابش برمیگرده، میرسه بله. میرسه به طور متوالی. خب اصلا این یک مورد، این یک. ثانیاً علمی که بعد از خودش گذاشته، خب کتابی چاپ کرده، یا مثلا طلابی تربیت کرده، یا مثلا خب همه این چیزها مؤسسه علمی آمده تأسیس کرده، خب اینا همش خب هم ضمن صدقه جاریه میاد و هم علم، علم ينتفع به، علمیه که خب شما طلبه میایید تربیت. پس معلم ها خیلی جایگاهی بالایی داره میاد، اگر نیت خوب باشه بدون شک اینطوریه. هر طلبه ای، طلبه ای بعدی که میاد، یعنی طلبه ای بعدی که به طلبه بعدی، اینا همه به طور سلسله وار اجر ثواب به همه میرسه، تا اینکه به اون آقایی که اولین شخص اون معلم ایشون میرسه. این دو تا. و مسئله سوم اون همون ولد صالح یدعو له، فرزند صالحیه که برای ایشون دعا میکنه، مثل جناب آقای ملاحی که قرآن میخونه، دعا میکنه، همه این چیزا بالاخره اجر و ثوابش. جناب آقای ملاحی اگر کار خوبی انجام بدن به پدرشون برمیگرده این؟ طبعا بله برمیگرده، جز فرزند صالح. بله بله. پس میتونن به این شکل در واقع حلالیت رو بطلبن. بله ان شاء الله. خب مسئله حلالیت طلبیدن فقط به لفظ و زبان نیست، به عمله. قبل از وفات پدر در حق پدر به چه صورت بودن، در حق مادر به چه صورت بودن، و بعد از وفاتشون به چه صورت هستن، الا ایال همه اینها مؤثر واقع میشن در این که ایشون انشالله. خانم کریمی از ایران در مورد خواندن کتاب هفت هیکل و حکمش پرسیدن که کتاب دعایی هست دارن که حالا بعضیا گفتن که هر کس نمیتونه این کتاب بخونه یا مثلا محدودیت داره توی خوندنش. والله من حقیقت یعنی حقیقت کتابی دیدم، اما اگر این کتاب فقط کتاب دعایی است، خب طبعا دعا انسان میتونه دعا بکنه، بهتره که انسان دعا بکنه به دعاهای معصوره، دعای معصوره که از پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم وارد شده، دعایی که مثلا در قرآن آمده
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت. این دعایی که مثلا در قرآن آمده یا دعاهایی که مثلا در سنت آمده از رسول صلی الله علیه و سلم، اللهم انی اعوذک من الهم والحزن واعوذک من العجز والكسل واعوذک من الجبن والبخل واعوذک من غلبة الدين وقهر الرجال. یا مثلا اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما اخرنا وما اسررنا وما علنا وما اسررنا وما انت اعلم به منا. دعاهای زیادیه که ما یعنی کتب اذکار داریم، مثل مثلا کتاب همون حسن المسلمی که تحت عنوان پناهگاه مسلمان چاپ شده، یا الکلم الطیبه کتاب پناهگاه مسلمان. بله پناهگاه، جزء کتابایی که دعا درش بله دعا درش هست. بله دعا درشه. یا مثلا کتاب هست، کتاب الکلم الطیبه شیخ سامر تیمیه است که بعدم یعنی این کتاب احادیثش امام شیخ و امام عصر ناصرالدین آلبانی رحمت الله علیه تحت عنوان صحیح الکلم الطیب دارن. این کتاب خیلی جالبه. یا الاذکار امام نووی که واقعا یعنی ادعیه زیادی درش هست، همه یعنی بیشتر معصوره، بازم این کتابم تحقیق شده. علی ای حال، حالا این کتاب هفت هیکل حقیقت من نمیدونم به چه صورت. خب گاهی اوقات کتابایی هست که انسان حقیقت یعنی شاید در واقع تأکید روی این هست که ادعیایی که از بله. رسول الله علیه و بله. سلام روایت شده بله. این بهتره و اما اگر انسان بیاد مثلا دعایی هم پیش خودش بکنه، دعایی که معصورم باشه، ایراد و اشکال نداره. بله این بیست. آیا میشه محدود کرد؟ چون ایشون گفتن که بعضی گفتن شما هر کس نمیتونه این کتاب رو بخونه. محدودیت هست برای خوندن کتاب؟ ولی من حقیقت این کتاب حقیقت من فقط بس. اسمش شنیدم، اما چه درش هست چون من ندیدم حقیقت نمیتونم بگم که چیه. اگر دعای معصور از قرآن، از سنت، از این چیزاست، ایراد و اشکالی نداره. اما اگر معصور نیست و خلاف شرع درش نیست، بازم ایراد و اشکالی نداره. خب خانم کریمی یک نگرانی دیگه هم داشتن و اون این که ایشون ظاهرا یتیم بزرگ شدن و کسایی که بهش ظلم کردن یا حالا به شکلی حس میکنه که ظلم شده از طرف مثلا خواهر برادر یا نزدیکانی، با اینکه اینا فوت شدند اما این کینه هنوز در دل ایشون هست. خودش میگه با اینکه همینطور که گفتن با اینکه قرآن میخونن، با اینکه نماز میخونن، اما همچنان این دلخوری رو دارن، این نگرانی رو دارن و این کینه هست. میخوان از شما راهنمایی بخوان که چگونه میشه این کینه رو پاک کرد از دلشون، چه کار باید بکنن. توصیه میخوان، نصیحت میخوان از شما. مسلمان همیشه سعی بر این داشته باشه که خود العف، عف بکنه، و امر بالمعروف، عف و دعا بکنن. ما دعا داریم در قرآن، والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. و خب سعی بکنن و از این کینه و کدورتی که این خواهرمون مثلا به دل گرفتن، خب چه سودی میبرن جز این که حالا در اثر این کینه و کدورت، خب درست ظلم به ایشون شده، حالا ظلمشون اگر که عفو کردن انشالله که خب شاید وسیلهی برای نجات اونها بشه، اما اگر عفو نکنن، اگر نبخشن، خب طبعا وسیله میشه خدای نخواسته که اونها بالاخره مجازات این ظلم خودشون ببینن. و خب حالا اگر عفو نکنن از این ظلمی که بهشون شده، خب چی میشه آخر؟ شاید اینم وارد جهنم هم مثلا بشه، عذاب ببینه. خب چه سود و استفاده‌ای به تو میرسه؟ بله به قول فکر میکنم از امام احمد میگه که مثلا خب من حالا من اگر که شما نبخشم آخر چی میشه؟ این میشه که مثلا شما وارد جهنم هم بشید، عذاب هم ببینید. خب آخر من چه استفاده‌ای میبینم؟ یک شخص مؤمن و مسلمان داره، ما سعی بکنیم بالاخره از این گونه یعنی قلب هامون از کینه و کدورت پاک بکنیم. و طبعا انسانه، ولی خب ما ادعیه داریم. همین جالبترین دعایی که من گفتم، ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا